سلام پنجشنبه 6 آذر 93 27 نوامبر 2014 میلادی ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل مسافرت برنامه با کیفیت نازلتری خدمتتون ارائه میشه در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنه موضوع اول اینکه بعد از کشته شدن یک معلم فیزیک در شهر بروجرد به ضرب چاقوی یکی از دانش آموزان که فراری هم هست و هنوز دستگیر نشده و تظاهرات بزرگی که در بروجر در تشیه جنازه او صورت گرفت چندین کانون سنفی معلمین دعوت کردند که شنبه هشتم آذر ماه در معلمین با لباس سیاه در مدارس حاضر بشن به دلیل هفتم این معلم کشته شده و ساعت دوم هم در کلاس ها حاضر نشن و درس ندن به عنوان یک اعتصاب سراسری منابع مختلفی تا الان مطرح کردند که و لیست هم منتشر شده از سی نفر افرادی که احتمالا دست داشتند در اسید پاشی در اصفهان و همگی کم و بیش هم به نوعی با سپاه و بسیج مرتبط هستند گفته میشه که به پلیس استان و به دولت دستور داده شده دخالتی در پرونده دیگه نکنند و منحصرا قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به مسئله رسیدگی کنند در تهران دیروز کامیون زباله از پشت سر در میدان توحید در حالی که راه بندون هم بوده به شدت به ماشین آقای محمد نوریزاد کوبیده در حدی که او بیهوش شده و ماشین هم داغون شده ظاهرا کامیون گفته ترمز بریده بوده موضوعی که کمی عجیبه برای اینکه ترمز کامیون ها با کمپرس باد هستش و اساسا مشکل پیدا میکنه اگر حرکت نمیکنه کامیون به هر صورت موضوعی است که این روزها از منابع مختلف شنیده میشه که حکومت تصفیه و سربه کردن پاره ای از مخالفین در داخل و خارج رو در دستور کارش قرار داده موضوعی که شبیه حرکت های دیکتاتور های امریکای لاتینه و یا خود این رژیم هم بیش از 300 ترور در کارنامش قرار داره و این کار رو قبلا هم کرده ناصر هاشمی از فعالین ملی مذهبی هم که به 11 سال حبس محکوم شده بوده به جرم بنیانگذاری این گروه در حالی که اون موقع در هند تحصیل می کرده بازداشت شد و روانه زندان اوین گردید مصطفی پیش هم که در سال 83 دستگیر شده بود و 7 سال زندان تحمل کرده و اخیرا آزاد شده بود مجددا در جزیره ابو موسا همراه پدرش احزار شد و دوباره دستگیر شده با پدرش سیامک قادری روزنامه نگاری که چهار سال زندان بود دبیر خبرگزاری ایرنا بود به جرم اقدام علیه امنیت ملی و همین تابستان گذشته آزاد شد از سوی کمیته حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک برنده جایزه سالانه آزادی مطبوعات اعلام شد موضوع دوم اینکه آقای نقدی فرمانده بسیج در جمع مجمع عالی بسیج که چند تن از وزرای آقای احمدی نژاد هم اونجا بودن و پاره فرماندهان سپاه مطرح کرد که بسیج منتظر اجازه آقای روحانی برای آغاز فعالیت اقتصادی یعنی بعد از سپاه که مملکت رو به توبر کشیده حالا ظاهرا نوبت بسیج و حضرات ناراحتند از اینکه در پاره ای از پروژه ها به خصوص پروژه های نفت و گاز و وزارت نیرو و راه و شهرسازی دستشون کوتاه شده حالا بسیج اومده اگر هم راهش رو ببندن احتمالا توطعه شدیدتر خواهند کرد آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم دیروز مجددا بدون ذکر اسم به آقای روحانی حمله کرد و گفت من تعجب می کنم از کسانی که مواضع آمریکا رو در مذاکرات هسته‌ای پذیرفتن اجلاس اوپک هم که قرار است امروز برگزار بشه از دیروز در واقع به تبل شکستش کوبیده شده برای اینکه بعد از ملاقات وزرای نفت روسیه و عربستان اعلام کردند که به هیچ وجه قصد کاهش تولید ندارند امارات هم همین رو گفته و حتی روسیه گفته اگر نفت بشکه 60 دلار هم بشه ما تولید رو کم نمی کنیم بنابر این بحث کاهش قیمت نفت ادامه پیدا خواهد کرد و آنجور که وزیر نفت عربستان گفته میره تا یک جایی در نقطه تعادلش بیسته واکنش بازار پولی کشور و سرمایه کشور بازار پولی و سرمایه به قرارداد داده مذاکرات این بود که دلار تا نزدیک 3300 تومن قیمتش بالا رفت و احتمال داره اندکی دیگه هم باز بالا بره یا شاید بیشتر و بورس تهران هم مجموعاً هزار میلیارد تومن در ظرف یکی دو روز سقوط کرد و ارزشش کاهش پیدا کرد مؤسسه لگاتوم در لندن هم آمار سالیانه ای که منتشر میکنه نشون داد که رتبه اقتصادی برابر شاخص هایی که این مؤسسه تعریف میکنه رتبه اقتصادی ایران در بین کشورهای دنیا از 70 رتبه 70 در سال 2012 به رتبه 114 هم در سال 2014 سقوط کرد. دولت قرار بود از اول آذر ماه نان رو سی درصد دیگه گران بکنه ولی فعلا به تعویق انداخت. موضوع سوم این که آقای فرهادی از مجلس با 197 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف و 10 ممتنع توانست رأی اعتماد بالاخره بگیره و تلسم وزیر علوم شکسته بشه آقای متحری جالب بود در مخالفت صحبت کرد با این استدلال که مجلس داره برخورده دوگانه میکنه برای اینکه آقای فرهادی هم فرقی با قبلی ها نداشته به خصوص از نظر مشارکتش در اعتراضات 88 و اونها رو رد کردند اما ایشون قبول شد. یک نوار دو ساعته هم از آقای متحری پخش شده که در جمع دانشجویان مشهد صحبت کرده در اون عدالت رهبری رو زیر سوال برده در موضوع حصر آقایان موسوی و کروی به خانم رهنورد و اعتراضات سال 88 رو گفته اعتراض مردم به رأیشون بوده که شمرده نشده و خارجی در کار نبوده و ضمناً انتقاد تندش تو این صحبت اینجاست که گفته ستاد اجرایی فرمان امام کارتل اقتصادی شده بزرگترین مؤسسه ای که زیر نظر خامنه ای است و 95 میلیارد دلار سرمایه هاش برآورد میشه اما موضوع آخر این که آقای علیرضا ستاری عضو بسیج که در سرکوب سال 88 هم شرکت داشته سال گذشته فوت کرد و نشریات وابسته به سپاه او رو شهید فتنه نامیدن چون زر... به دلیل ضرب و جرحی که در 88 توسط مردم شده پارسال فوت کرده مادر او مصاحبه کرده که بند رو آب داده و معلوم شده ایشون سال گذشته جراحی زیبایی لیپوساکشن کرده بوده برداشتن چربی ها و از این جراحی فوت کرده و مادر ایشون شاکیه که چرا بنیاد شهید او رو دیگه شهید نمیدونه آقای حسینیان نماینده تندروی مجلس هم به تعنه از آقای جانکری بابت صدقه 700 میلیون دلاری تشکر کرده و اما در روسیه رئیس دومای روسیه به نظرم میخواد نشون بده چیزی از آقای نقدی ما یا آقای لاریجانی ما کم نداره برای اینکه ایشون عنوان کرده که از اروپا میخواهیم که آمریکا رو از ناتو اخراج بکنند که صبح سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی